سلام دوستان انقدر این محیط استودیوی دوستان شاده آدم میاد همچین بدهکاریاشو یادش میره حضور شما میتاثیر نیست گفت جوغال خوبه عجی مجی لاوتر عجی اینم حاجی اینم حاجی خب خوشحالی میبینیم عزیزم همیشه دست پر میایی در برنامه رنگین کمان والا یکی دو باری که دفعه پیش صحبت کردیم با تلفن بود ولی احساس اینه که شماها رو اولا چقدر خوب شما زیبا شدین خانم طناز اسمشون که طناز هست و آقای خیاط باشی من فکر کردم آمدم تو مسابقات المپیک الان دو قهرمان پرتا و دیسک مثلا خیاط باشی اینجوری نبود خیلی زیباست و خانم آرمینه هستن ماشاءالله ایشون مسئولیت غیر از کار تکنیکی زعفرون و اینای برنامه هم با ایشونه که میدن روی کار با این ترانه های قشنگ بله خیلی کارشون اینفورماتیو و زیوز حسن هم باشه کار مارده خب از استرالیا به لس آنجلس آمدی او میایا بازگشت دوباره آسف من داشتم تو راکی میادم گفتم با دوستان چی بگم گفتم همه میگن مثلا از لس آنجلس فلان یا فلان این دفعه میگن سیدنی استرالیا من پوز بدیم به شهر ما چقدر زیباست خیلی زیباست کاش همه تون اونجا باشین قسمت داشته یه سفر آقا میدونی چیه ما اگه برنامه تئاتری داشته باشیم دو تا سیستم دو تا چپتر باز میکنیم به اسم حالا نمیخوام برم زمانه قدیم پروفسور بیلی و این صحبت ها یه برای حسن خیاط باشی و خانم طناز فتی هم یه جایی باز کنیم مثلا یه چپتری هم سلام علیکم قربونتون برم چطوری از اونجا اشاره کنیم خوب میشه ساعتی چقدر 16 الان 7 تا که بگیرین از 25 میشه 18 ساعت یعنی در حقیقت فردا الان اونجا فردا 7 ساعت عقبتر میشه ساعت مثلا 3:30 صبح اونجا رو بیشتر دوست داری یا اینجا رو فرق ببینید اونجا هنوز دست نخورده است اولا از نظر این که اولا کبوتراش که به جاش توتی ها میاد همه چی رانندگی که دست بله طبیعت زیبا از این طرف رانندگی آدم همش هی میاد در ساگر راننده رو باید باز کنه کانگورو هم میبینی واقعا نه این یکی رو گفتن شما که غریبه نیستید بعد از در این مورد صحبت میکنیم ولی خیلی چیزن خشن و بی‌اعتنا چیزاشن ترکیاشن بوغلموناشن میاد رد میره رد میشه جلوتون اصلا میگه مثلا حمله نمیکنن نه نه ولی حق عابر پیاده با ایشون یه بار یه دونه از اینا دنبال من کرد خیلی بد میدونم خیلی عاشقه من اونجا اونجای پرنده ها با این رنگ های زیبا که آدم واقعا در میمونه این طبیعت این رنگ ها رو چجوری با هم دیگه هماهنگ کرده من فکر میکنم بسیارانی هستن که رو مود لباس و طراحی پارچه و اینا از این رنگای طبیعی اینجوری استفاده میکنن نقاشیاشون مثلا قسمت بومیاشون که ابریجینیان هستن مثلا نقاشیاشون پرایسلسه اینا میشینن مثلا وسط کنفس برای اینکه رنگاشون همه آبکیه و اینا که دات میزنن نقطه ها رو نقطه چین میکنن و میان اینا و خانمی که وسط نشسته روی کنبس عمودی راشار میزنه یعنی نمیتونه توی مثلا بذاره آویزون کنه چون همه بوم بذاره حرکت بکنه بعد راست میگین رنگا همه طبیعی هستن ولی در مورد توتیاش چیزی بگم یکی گوغا با اینا زیاد یه لحجه هم داشت گوغا زیاد با اینا رفیق نشو گفتم چرا گوغ بهشون غذا میدیم یا غذا میدیم یا دفعه سوم غذا ندیم به خدا راست میگم سنگ میگیره از اون بالا پرت کنه طلبکار میشه طلبکار یعنی میکنه وظیفه آره یعنی واقعا سنگ میندازه میاد توجه تو جلب کنی که آره یادت نره آره خوبه سنگ میندازه چیز دیگه تقدیم نمیکنه رادیویش کنی رادیویش آره ایشون یه دفعه صحبت مثبت فکر کردن پیش آمد ایشون خب گفت چیز هست باید مثبت نیمه پر دیوان رو ببینه آدم از این صحبت ها منم گفتم بله آدم مثبت فکر کنه اگه وقتی
کبوتری اون بالا یه کاری کرد رو لباس آدم و مثبت فکر کنی که گاف پر نداره. من با داستانهای حسن جانو که گوش میدم دیروز اتفاقا داشتم رادیو رو پندیروز بود پریز گوش میدم که آقا واقعا یه سری بهت میریزن خب آقا چقدر ساختی؟ چند سنت کار کردی؟ جاش خوبه؟ صحبت هایی که میکنم خوبه؟ بعد حسن آقا یه چیز گفتم و خیلی بشه گفتم بهترین جوابی که من پیدا کردم اینه که بگم باید جوابتونو بدم. گفتم عجب جوابی، همه قبول کردن. گفتم اون آدمایی که من میشناسم میگه اگه پسرم بگی که ثواب بزرگی کرد. یعنی کوتاه نمیاد. عجب. من میترسم اینجا بشینی تو صبح بخندی. دوستان جاتو خالی تو این استودیو. خواهش میکنم شما به هر حال به قول طناز جان عامل اصلی شما هستی که این اتمسفر به وجود اومده. خیلی هم خوشحالیم. یه مقداری حالا در مورد مسائلی که باید صحبت بکنیم برای آینده و کارهایی که میخواید بکنیم و اینا بریم وارد بحث برای اینکه نریم زیاد توی